عشان جان بگو. نوبت ما شد بالاخره. سلام، خوبی؟ شرمنده که گذاشت. نه بابا شوخی میکنم، نه ببخشی، فقط نمیدونم اگه صدا میاد این بغل همسه باده ما بنایی داره میکنه، ببخش. من اینو بگم سریع، اذیت نشین صدا میاد. یکی این که این داستانه تو این که گفتی، فکر کنم یه مشکلی که هست اینه که بچه هم چیز نمی کنن، متوجه نمیشن، اینه که هیچ که نمیگه که اخلاقی قضیه، یعنی هیچ که نمیگه تو این کردن کار خوبی. مثلا ما همه ترجیح میدیم که اگه یه آدمی رو میبینیم میخوایم باش صحبت کنیم، با اونی صحبت کنیم که تو این نمی کنه به همون، با همون خوب حرف میزنه، همسایه‌مون کسی باشه که بی‌ادبی نمی‌کنه، اینا همه درسته. ولی داستانی که سر این توهین‌ها وجود داره به نظرم حساسیت زدایی، یعنی مهمترین نکتهش اینه. فرق هم نمی‌کنه اون ور داستان چی باشه، اسلام باشه، زرتشت باشه یا هر چیز دیگه، مهم اینه که حساسیت روی چی نباشه. اینو قبول داری؟ درسته به نظرت؟ نه من قبول ندارم، چون من به نظرم توهین به اسلام اخلاقیه. وقتی که داریم برای آزادی بیان مبارزه می‌کنیم، ما به عنوان از اصول اخلاقیمون بر اساس سودگرایی، درسته؟ سودگراییه، خب؟ یعنی بر اساس کاربردی که برای جامعه داره. ما فکر میکنم وقتی که میبینیم که داره دور یک سری عقایدی دیوار کشیده میشه، ما اگه با توهین این دیوارا رو سست میکنیم، این به نفع همه جامعه هست و برای سودی که برای جامعه داره که نذاریم آزادی بیان به چالش کشیده بشه. از این لحاظ من اینو اخلاقی حساب میکنم که به اسلام توهین بکنیم. آره این درسته، ولی منظور من اینه که میگم فردا روزی اگه اومد تو ایران، مثلا اومدن یه سری آدم گفتن آقا اومدن کوروش کبیر رو کردن، مثلا کوروش رو هممون دوست داریم، من دوست دارم، اومدن اینو کردن اسطوره خودشون، بعد یه مدلی از این تفکر به وجود بیاد، اون موقع خیلی از ماها میگه آقا برای این ما به اینم توهین میکنیم که بدونی که روی چی نباید تعصب داشت. یعنی میگم الزاما اگه داری راجع به این حرف میزنی، بیشتر بحث حساسیت زدایی است تا اینکه اون مرحله بعدیشه که حالا مثلا اسلام باشه، زرتشت باشه. چون از زرتشت به من خسارتی وارد نشده تا حالا اندازه‌ای که اسلام شده، ولی داستان اینه که اگه بگو من کاربرد توهین به زرتشتی رو در اونجا میبینم که بتونیم مسلمون ها رو قانع بکنیم که ما، یعنی من نمی، حتی نه تنها به زرتشتی، حتی به چیزی که من به عنوان یه دین ستی زرتشتی رو بد میبینم، خب، ولی حتی توهین به چیزی که من خوب میبینم، مثلا توهین به اسلام ستیزی، خب ریدم به اسلام ستیزی مثلا، خب من جمهوری بی خدایان که خودت گفتی هستن مثلا، آره ریدم به جمهوری بی خدایان، خب بگیم ریدم به جمهوری بی خدایان، خب من کاربرد این توهین رو تو اونجا میبینم. قبلش بگی من جا خالی بدم. کاربرد این توهین اینه که ما بتونیم بیایم نشون بدیم که وقتی ما داریم در باره آزادی بیان صحبت میکنیم، شرط و شروط نداریم. کاربردش اینه، یعنی کسایی که مثلا بهشون برمیخوره که ما داریم میگیم که باید بهش، ما جامعه ای رو میخوایم که هیچ مانعی برای توهین به اسلام وجود نداره، اینا بیان بگن که پس فقط، یعنی به اسلام فقط اجازه داریم توهین بکنیم، ما بیایم نشون بدیم که ارزش ما اینه که به هر چی که بخواید شما میتونید توهین بکنید. خب اصلا ببین یکی از دلایل این که به نفع مسلمان ها هم هست اینه که ما اگه بخوایم توهین و غیر قانونی بکنیم، اسلام غیر قانونی میشه. خب پس بذارین همه چی قابل همه چی توهین آزاد بکنیم که اسلام شما هم قانونی باشه دیگه، مگر اینکه مسیحیت و اسلام و یهودیت هم. آره آره من همین میگم دقیقا، یعنی میگم تو مرحله اولش حساسیت زدایی هست، اینکه آقا روی چی حساسیت نداشته باشه، بعد حالا با اینکه اون چیز اخلاقی هست یا نه یه چیزی هست، ولی یه سوالی. نه نه عشق جان ببین، من یه چیزی هم میگم، من تازه نمیگم شما حساسیت نداشته باشید، من میخوام تشویق بکنم که مثلا به جای برسیم که حساسیت کمتر بشه، خب، ولی تقاضای من از مسلمان ها یا بقیه کسایی نیست که حساسیت نداشته باشید. خب من میگم اگه حساسیت دارید، مسئولیت این که شما چیزی رو که دوست ندارین ببینین با شماست. مسئولیت رو نمیتونین ببینیم من که من توهین نکنم یا کاریکاتور نکشم. خب حساسیت داری؟ باشه، داشته باش. نرو ببین کتابی رو که توهینه نخون، پستی رو که دوست ندارین نگاه نکن، کانالی رو که توهین میکنه و عقایدت اذیتت میکنه رو بلاک کن. مسئولیت از کسی که داره کانتنت درست میکنه نیست، مسئولیت از بیننده است. درست میگی، آره، ولی خب یه جایی هم میرسه. حالا اینو ولش کن، چون با هم موافقه نمیخوام سرش بحث کنم، یه سوال میخواستم نظرتون شما دوتا رو بپرسم. آره بابک هم یه دوستاش بگه. الان ما توی شرایطی هستیم، خب یه بحث
یه بحثی که داریم راجع به این داستان میکنیم راجع به ایرانه دیگه. به هر حال حالا خیلی کسایی که ما میام دوست شرایط ایران دوستیم تغییر کنه، حالا براندازیم شاید اکثرمون خیلی همون این بحثم اینه که یه سری آدم هستن تو ایران که خب در جریان این دیتیل قضیه نیستن که آقا وقتی یه هشتگ ایران میفته خب تعدادشون هم کم نیست دیگه، شاید دور بر ما هم باشه. وقتی هشتگ ایران میفته خب اینا این پشت قضیه ما مجیدم یه اشاره کرد به این هست پشت قضیه رو نمیدونه، خب شاید اصلا هیچ موقع هم ندونه. بعد این ممکن نیست که به نظرتون یه گاردی بگیره در رابطه با اینکه اگه اینایی که اینا یه سری آدمو همینا که میگن براندازی همینا هن دیگه، خب بعد جمهوری اسلامی هم دارن استفاده میکنه یه جاهایی چون نگاه کنین اینا دارن میگن، اینا دارن میگن ریدم به اسلام فردا روزی میگن من نظرم این نیست، دارم میپرسم میگم نظر شما راجع به جواب من اینه که کوتاه مدت گارد میگیرن، طولانی مدت عادی میشه. یعنی آخه بحث اینه که ما میخوام بریم این پروسه. آره ولی این مالی کشوریه که شرایطش توی حالا مثلا تو داری تو کانادا صحبت کنی درست میگی قضیه، ولی ما دنبال اینه که یه پروسه اتفاق بیفته تو ایران. من میگم این به نظرتون جلوی اون پروسه هم نمیگیره؟ من سرمایه‌ای که دارم میذارم به نظر من یه مقدار طولانی مدت تر از این کسایی که عجله دارن. این کسایی که عجله دارن فکر میکنن فردا پس فردا قرار براندازی بشه. من فکر میکنم باید یه مقدار طولانی مدت تر سرمایه بذاریم برای چیزی که توی ایران اتفاق میفته. البته اگه شما موفق شدین برنامه‌ریزی کنین فردا پس فردا خب آفرین. من برای تو خیلی من خوشحال میشم. خب ولی من چون احتمال موفقیت اینو کمیه، البته من حمایت میکنم از کسایی که میخوان فردا پس فردا اتفاقی بیفته، ولی من چون احتمالش یه مقدار کمتر میبینم سرمایه‌مو گذاشتم روی کارهایی که من تشویق میکنم، بیشتر سرمایه مقدار برای بازدهی طولانی مدت بیشتری داره. نیازم شه البته میگم منم نظرم همین چیزی که تو تقریبا میگی، ولی خواستم نظر شما رو راجع به این قضیه بدم چون بر خودم سوال شد. حالا اگه با اکبر قاسم دوستان نظرشون رو بگن، اگر هم نه که من زحمت رو کم کنم. نه من کاملا موافقم، اصلا با آرمین صحبت کرد موافقم. من خودم کسیم به براندازی، حالا من خودم چون کار سیاسی بیشتر از آرمینم انجام میدم، میدونم واقعا فردا پس فردا این امر اصلا امکان پذیر نیست. اصلا این صحبت که تو میرسن امکان پذیر هست ولی امکانش کمه. من نمیگم امکان پذیر نیست، خیلی کمه. من حالا اگه فردا برانداز شد میگم یعنی دیدی آرمین گفتی داشت، من نمیگم نمیشه، میگم که امیدوارم بحثش اصلا فردا و پس فردا نیست. من میگم ببخشید بابک، میگم اگه مثلا 20 سال دیگه، خب من میگم این قضیه به نظر تو امکان نداره 20 سال رو بکنه، مثلا 21 سال مثلا داره، مثلا زمان رو مطرح نمی کنه. میگم نه من میگم نه این عادی سازی ها نه. من فکر میکنم منظورت اینه که به خاطر تفرقه که بین مثلا اپوزیسیون همسال اون میندازه با مردم عادی دیگه. آره خیلی مردم عادی هستن که شاید در جریان اینا نیستن، فقط اون اینا رو به واسطه این میبینن که آقا اینا یه سری آدم هستن که فردا بیان مثلا عقاید ما رو اجازه واسه نمیخوان جلوشون رو بگیرن. میچیدم میگم چیزی که عادی سازیایی که ما تا حالا توش کار کردیم و جواب داده یه ساله جواب داده تا حالا، یعنی اگه یه چیزی بگیره و نمیگم تو ایرانم یه ساله میگیره ها، البته تو ایران ممکنه سریعتر بگیره. تو ایران ما تو 40 سال نصف مردم اسلامو ول کردن. خب من میگم تو حتی کارهایی که ما کردیم حتی بین مسلمان ها یا هندوهایی که خیلی اعتصاب داشتن به دینشون و اینا زیر یک سال بیخیال شدن. اتفاقا من صحبت امید بخش ببین همه اون احتمال هم وجود داره که شما گفتی شاید بشه 21 سال. منم میگم خب همون احتمال هم وجود داره که اون 21 سال تو با این روندی که ما این کار انجام بدیم مثلا بشه 10 سال. تو میتونی اینو بگی نمی نیست؟ نه اتفاقا من خودم تنها مثلا یکی از امیدام اتفاقا به همین تکنولوژیه، چون آدم داره به چش حتی تجربه شخصیش هم میبینه دیگه، چیزی که حالا آرمین داره میگه 40 سال مثلا این شکلی بود الان داره میبینی مثلا شرایط جوری شده که مثلا ارتباط داری با ایران. خب همتون میدونین دیگه، مثلا میبینی که تو 6 ماه به 6 ماه داره اتفاقایی تو این زمینه میفته، تعصبات چقدر کم میشه. مثلا تکنولوژی و کسایی که مثل شما در فعالیت میکنن خیلی خوبه، ولی اینو فقط سوال برام پیش اومد بگم تو این زمینه نظرتون چیه؟ بیان من همین کاری که شما میکنین بهش معتقدم، همین کار میکنم. دمتون گرم. من همینجور اینم بگم سرعت روز به روز داره واقعا بیشتر میشه. من مثلا خودم میگم این کلاب هاوسی که مثلا اومد این روند رشد بی خدایی رو عرض کنم که
اصلا حتی تو مسئله سیاسی هم اگر بخوایم حساب بکنیم خیلی روششو زیاد کرد، اصلا مردم دیگه الان خیلی راحت صحبت میکنن. خودت نمیدونم اگر تو کلاب هاوس بوده باشی، شاید یه زمانی مردم داخل ایران به راحتی در مورد سیاست یا بی خدا یا مذاهب صحبت نمیکردن، اما همین کلاب هاوس باعث شده که افراد میان با اسمای واقعیشون حتی میان صحبت میکنن، نظراتشون رو بیان میکنن و پخش شده تو کل جامعه. این یعنی نکته امیدوارم شاید مثبت‌ترین نکته همین باشه که تکنولوژی داره کاری میکنه، حداقل مسیر خوبی برای، امیدوارم که زود جواب بده. مرسی، امیدواریم. مرسی هاشم، دمتون گرم، خسته نباشید. مرسی، فعلا فعلا، خدافظ.